به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. آقا، این ویدیو رو با یک خبر فوری شروع میکنیم. صهیونیست‌ها دوباره جبالیا رو بمباران کردن. رژیم صهیونیستی در تکرار اقدامات دیروز منطقه مسکونی الفلوجا در اردوگاه جبالیا رو بمباران کرد. قابل ذکر در بمباران دیروز این منطقه 400 نفر جانهای خودشون رو از دست دادن. در حالی که تعداد کشته شدگان و زخمیان این درگیری‌ها روز به روز در حال افزایشه، وزارت بهداشت فلسطین گفته 16 بیمارستان در نوار غزه به دلیل بمباران‌های رژیم صهیونیستی و تمام شدن سوخت از فرایند خدمت رسانی به بیماران خارج شدند که آخرین آنها از صداقت و ترکی برای بیماران سرطانی بود. در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، سخنگوی حماس گفته که حملات اسرائیل ناشی از ناتوانی آن در پیروزی هست. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنانی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل کشی جمعی شده و به صورت آمدانه مناطق مسکونی رو هدف قرار میده. وی در ادامه با اشاره به دلیل انجام حملات رژیم صهیونیستی به غزه اضافه کرد: حملات اسرائیل از ناتوانی آن در تعیین سرنوشت جنگ نشأت می‌گیرد. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت اسرائیل در تلاش است که مردم ما را از شمال نوار غزه به سوی جنوب آن کوچ بدهد. این موضوع بخشی از اهداف اسرائیل است. همچنین وی با اشاره به اقدامات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان تصریح کرد یک نسل کشی واقعی در حق ملت فلسطین در حال انجام است. در جواب حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، گردان‌های قسام پایگاه هوایی رعیم را مورد هدف قرار دادند. همکنون گردان‌های القسام پایگاه هوایی رعیم را در مجاورت نوار غزه هدف چندین راکت قرار دادند. لازم به ذکر پایگاه رعیم یکی از اهداف روز نخست عملیات طوفان الاقصا بود. این در حالیه که منابع آگاه محلی هم از شلیک شدید و گسترده راکت و خمپاره از سوی مقاومت فلسطین به پایگاه‌های شهرک‌های اسقلان و اشدود خبر دادن. به نقل از این منابع، مجروحان و کشته شدگان زیادی وجود دارد که با هلیکوپتر در حال تخلیه هستند. در ادامه حملات مقاومت، یکی از فرماندهان میدانی گردان‌های قسام گفته تانک‌های اسرائیل در محورهایی که در نوار غزه به آنها نفوذ کردند به دلیل مقاومت سرسختانه مبارزان مقاومت قادر به پیشروی نیستند. مقاومت چندین خودروی نظامی اسرائیلی را منفجر کرد و مبارزان ما در بیش از یک محور با این نیروها درگیر هستند. تعداد کشته شدگان نظامیان صهیونیست هم بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس پیرامون همین موضوع گفته آنچه گردان‌های قسام درباره تلفات ارتش اشغالگر منتشر خواهند کرد، دشمن و مردمش را شوکه خواهد کرد. یکی از مهمترین عوامل این جنگ یعنی نتانیاهو فقط به این فکر میکنه که چگونه خود و خانواده‌اش را از زندان و پاسخگویی نجات بده، حتی اگر به قیمت نابودی کل منطقه باشه. به همه جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق، یمن و سوریه به خاطر مواضع و مبارزه مشروعشان درود میفرستم. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که شماره کشته‌های ارتش اسرائیل تا الان به 14 نفر رسیده. اما در ادامه درگیری‌ها خبر رسیده که یاسین 105 بلای جان صهیونیست‌ها شده. نیروهای مقاومت گفتن مجاهدین ما تونستن 4 خودروی زرهی دشمن صهیونیستی رو با گلوله یاسین 105 منهدم و یک نیروی پیاده پنهان شده در ساختمانی در بیت هانون رو هدف قرار بدن. این خبرها در حالی منتشر میشن که خبرنگار پرس تیوی از مرز لبنان در گزارش گفته اسرائیل از ترس برملا شدن واقعیت در رسانه ها تعداد واقعی کشته شده های خود را دروغ میگوید و از ترس اینکه سربازان آنها که بسیار وابسته به رسانه های خود هستند با خبر نشوند و به وحشت نیفتند، آمار درست کشته شدگان را اعلام نمی کنند. این آماری که تا به الان گفته شده در اصل آمار اولیه کشته شده های سربازان اسرائیل است و حزب الله این آمار را بسیار بیشتر می‌داند. نتانیاهو هم درباره این موضوع گفته که متحمل خسارات دردناکی شدیم. در پی افزایش تلفات رژیم صهیونیستی در غزه، پنتاگون اما از اعزام ده‌ها کماندو به سرزمین‌های اشغالی خبر میده. یک رسانه آمریکایی به نقل از پنتاگون اعلام کرده که واشنگتن ده‌ها کماندو به اسرائیل اعزام کرده تا دریافتن اسرای صهیونیستی که در بازداشت حماس هستند به تل‌آویو کمک کنه. این خبر در حالی منتشر شده که امیر عبداللهیان در نشست خبری
کشوری با همتای ترکیهش گفته که کشورهای اسلامی باید زمینه برگزاری دادگاه متهمان جنگی اسرائیلی رو فراهم کنن. یک بار دیگه تشکر میکنم از مواضع اخیر قوی و دقیق جناب آقای رئیس جمهور اردوغان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین، همچنین از احساسات ارزشمند و پرشور مردم کشور دوست و برادر ترکیه. ما پیش از این با برادرم جناب آقای هاکان فیدان وزیر محترم امور خارجه در خصوص ایده و ابتکار کشورهای ضامن گفتگو کرده ایم. ما از هر ابتکار سیاسی که مانع گسترش دامنه جنگ و تضمین کننده حقوق واقعی ملت بزرگ فلسطین باشد حمایت میکنیم. اما در همین جا مایلم تأکید بکنم که اولا اکنون که کشورهای اسلامی و کشورهای عربی و کشورهای جهان شاهد تداوم جنایات و نسل کشی در غزه و کرانه باختری هستند، اونها به اقدام عملی در عالی ترین سطح جنگ، آن هم با مدیریت و فرماندهی نظامیان آمریکایی دست زدند. امروز فرمانده سنتکام و فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا در اتاق عملیات مشترک جنگ در کنار نظامیان شکست خورده و فروپاشیده اسرائیلی قرار دارند. در چنین شرایطی وظیفه اول ما کشورهای اسلامی و عربی آن است که کالاهای اسرائیلی رو تحریم کنیم، نسبت به ارسال سوخت و کالا به داخل اسرائیل حساسیت نشون بدیم و اون رو متوقف بکنیم و در عین حال در تداوم روابط سیاسی و دیپلماتیک با این رژیم جنایتکار ذره ای تردید نکنیم. دومی وظیفه حقوقدانان کشورهای اسلامی این هست که همه مقدمات رو برای تشکیل دادگاه جنایتکاران جنگی اسرائیلی، آن کسانی که فرماندهی نسل کشی مردم فلسطین رو در دست گرفتن، خلبانانی که زنان و کودکان رو به قتل می رسونند رو فراهم کنیم و در پایان این جنگ که قطعاً پیروزی از آن فلسطینیان خواهد بود، تشکیل یک دادگاه بزرگ جنایتکاران جنگی برای محاکمه جنگ افروزان در راستای تضمین ثبات و صلح و امنیت منطقه و جهان بایستی در دستور کار جدی همه ما قرار بگیرد. همچنان لازم به ذکر که امیر عبداللهیان خبر از سفر قریب الوقوع رئیسی به ترکیه داد. و اما در انتهای این ویدیو هم بریم سراغ واکنش قابل تأمل نماینده مجلس. آقای فلاحی نماینده مجلس در واکنش به تهدیدات آمریکا علیه ایران گفته که 150 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در تیررس جمهوری اسلامی است و اگر غلطی بکنند این پایگاه ها مورد هدف قرار خواهند گرفت. خیلی ها پشت مرزهای فلسطین اشغالی منتظرند، چه کسانی که از ایران، عراق و یمن اعلام آمادگی کردند و چه دوستان حزب الله در منطقه و رزمندگان چند ملیتی ما هم که در سوریه مستقر هستند. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.